سلام و تمام شما هموطنان عزیز و نازنین، ان شاء الله که هر کجایی هستین جور صحتمند و سر حال باشین. برنامه چی بخریم آغاز شد و ما و همکار خیلی خوبم رستم جان با شما ایزان هستیم. خدا کنه که شما هم تا پایان برنامه با ما همراه باشین و ببینید که امروز چی را می‌خوایم خریداری بکنیم. سلام رستم جان، به خودت خوب هستی؟ صحتمند؟ تشکر گیتا جان، خدا کنه که خودت همچنان خوب صحتمند باشی و سلام وقت بخیر دارم خدمت شما بیننده عزیز ما که در افغانستان و بیرون از کشور ما را می‌بینین. خدا کنه که جور سلامت باشین. بازم ما و گیتا اومدیم به یکی از دوکان‌ها در پل سرخ شهر کابل به نام تخفیف شهر و لوازم آرایش در این دوکان موجود است و فکر کنم که گیتا برای یکی از خارخوندهای خودش لوازم می‌خره. چطور؟ رستم جان، ما امروز اومدیم به یکی از دوستایم که یکمک در انتخاب لوازم آرایش ضعیف بود، یعنی نمیتونست انتخاب بکنه که چی را باید خریداری بکنه. ما خواستم کمکش بکنم، اما امروز خودش اینجا نامد و ما می‌خوایم به عنوان تحفه گفته برش خریداری بکنیم، چون همیشه شکایت میکرد، گله میکرد که ما چیز را خریداری میکنم هیچ وقت خوب نمیباشه، یا کیفیتش پایین میباشه، یا به مو جلدش هم خوانی نداره. از او خاطر ما و قدر من بلدیت ندارم، اما خوب است نسبت به او میتونم حداقل یکان چیز را انتخاب بکنم و خواستم امروز همین موضوع را بهانه کرده و برای ما یه خریداری خوب داشته باشم. گپ بسیار خوب است و کار بسیار خوب میکنی گیتا جان، به خاطر از اینکه یک تعداد از فروشگاه‌های بسیار بزرگ هستن در شهر کابل، به خصوص که اونا امو لوازم را بسیار زیاد قیمت میفروشن، در حالی که لوازمی که در فروشگاه بسیار بزرگ به فروش میرسد در بعض از دوکان‌های شهر خیلی قیمت پایان داره، با مو کیفیت، با مو خصوصیات شما میتونین به دست بیارین. و خوشبختانه گیتا هم زیاد دوکانا را بلد است و میتونه دوکانایی را پیدا بکنه که اجناس دلخواه خود را با قیمت ارزانتر و کمتر از بازار به دست بیاره. و خوشبختانه امروز ما یکی از دوکانا اومدیم که قیمتای لوازم آرایش به خصوص بسیار زیاد ارزان است، ولی کیفیت بهترام داره و شما میتونین که خریداری خوب از این دوکانا داشته باشین. بله، چون ما رستم جان همیشه به خریداری میریم، از خاطر کمک بلد شدیم و خوب است که یکان چیز را ببینیم که چی میخوایم پیدا بکنم البته، و چیزی که مورد نیاز هست. فکر میکنم با یک دختر خانم چیزی که مورد نیازش هست میکب است، پودر است، ریمل است، سایه چشم است، سرخی است. بله، و گیتا باز یک تعداد از آقایان باز میگن که آل گپ مسر خودت بد نخوره، میگن به خاطر از اینکه دخترها میگن چهره طبیعی خود را خدر خوش نمی داشته باشن، معمولا باز میگن ما توسط آرایش خود را زیاد میکپ میکنیم و مقبول تر خود را میسازیم. چی میگی خودت در این مورد؟ باز ما میگم اتو کدام گپ نیست، دختر خانم هم چهره واقعیشون دوست دارن، اما آرایش کردن زینت و زیبایی یک زن یا یک خانم میباشه. از او خاطر آراسته بودن خیلی خوبتر است که ما همیشه مرتب باشیم، آرایش بکنیم، یا آرایش رو قدر نیه که مثلا ما آرایش غلیظ بکنیم، آرایش خیلی ساده و خیلی هم قشنگ و مقبول میتونیم موقعیت که هستیم. هستیم بله دقیقا، نه که آرایش یا مو فیشن محفلای شوخینه و عروسی دیگه بعض خانم‌ها در بازار میکنن که اصلا مناسب نیست. نه، واسه هر چیز باید امو موقعیت و مکان خودش داشته باشه و مطابق به هر جایی که ما قرار می داشته باشیم خود ما را از میکاپ گرفته تا لباس و همه چیز آماده بسازیم. اینا دیگه رستم جان، بعضی کسا آرایش دوست ندارن، اما بیشتر خانم‌ها و دختر خانم‌ها آرایش خوش دارن و دوست دارن، و بعضی وقتا بعضی کسا مجبور میشن که آرایش بکنن. مثلا در یک محفل که میرن، باز اگر آرایش نکنن قدر خوب معلوم نمیشن، مجبور هستن که آرایش بکنن، یا بسلیقه معلوم میشن. بسلیقه معلوم میشن، پس سلیقه یک خانم به می آرایش کردن و چی میگن مرتب بودنش هست. خب میایم طرف مسئولی بخش. سلام به شما، خوب هستین؟ صحت من بخیر هستین، وقت شما بخیر. خوش اسم شما؟ مصطفی هستم. خب مصطفی جان، همکارم گیتا جان میخوای خریداری بکنم بعض لوازم آرایش، دیگه ما قدر معلومات ندارم، گیتا جان خودش میگه که چی میخوای بخره است به شما. خب چیز را که ما میخوایم خریداری بکنم، شاید در مو ابتدا هم گپای مرا شما شین ده باشین که ما به خودم نمیخوایم، و یک دوستو میخوایم تحفه بخرم. یک میکاپ ضرورت است که یک میکاپ باشه که با جلد خشک است، جلدش خشک است، یعنی استفاده شون حال قدر روشن هم نباشه، یعنی سفید نباشه که زیاد سفید بکنه دیگه تاریک تر. زیاد خوش دارن، بخصوص در افغانستان زیاد مروج است، مردم تا حدی که میتونه خودشان میگه ما سفید جور کنیم که سفید معلوم میشیم، در حالی که واسه چهره غیر طبیعی معلوم میشه. بله، من هیچ خوش ندارم که از میکاپ یا پودر سفید استفاده بکنم، گرچه من میکاپم کم استفاده میکنم، خب بازم اگر استفاده بکنم میکاپ تاریک استفاده میکنم. این حال شما بر ما چی پیشنهاد میکنین؟ میکاپ چی دارین؟ کدام کمپانی هست؟ جلد خوش شما گفتین؟ بله. جلدش تیره است یا روشن است؟ فکر کنین مثل ما جلدش تقریبا روشن است تقریبا. خب کمپانی های مختلف است طبعا گیتا جان که مواد آرایشی را تولید میکنه، ولی خوب است از کمپانی استفاده شود که کیفیت خوب داشته باشه. در پشترش خود HD نشته است، مثل تصویر ما که HD است دیگه، حتما اما تو جلد خوبش میسازه.
برای کسانی که جلدشون خشک هستن میتونین پیش از اینکه میکب استفاده کنه حداقل یا از کرم استفاده کنه یا از یا کرم ضد آفتاب پنج دقیقه پیشش میتونه استفاده کنه. بعد وقتی که استفاده کرد میتونه میکب استعمال کنه. یگان آرایشگراست و امروش من بعضی وقتا میرم مثلا در خانه ما مست یک آرایشگر وقتی که امروش میرم میکب انتخاب میکنم میگه که امی میکب زیر دستم بده و یک قسم یعنی خوب امطور چی شوه اما ای فامیده نشه زیاد نه؟ فامیده نشه یعنی که امطور راحت چرب شوه اما ای اگر متوجه شده باشین من فامیده دستم از زیاد خشک است یا ای که ای قدر چی نیست و ای خود میکب هم خشک است. فکر کنم گیتار جان هوا یک اندازه سرد است و وقتی که استفاده میشه باید حتما شما گفتین که یک کریم مرطوب کننده هم استفاده شوه نه قبل از استفاده. اگر خواستین تست کنین این قسمت تست کنین بهتر است بخاطر که رنگ پشت دست امکانی نداره با صورت این قسمت میتونین تست کنین باز میبینین که شامی قسمت دست استفاده میشه میکم اما ما همیشه در این قسمت تست میکنم بخاطر که همیشه عادت کردیم. خب مگم خودم این رنگ میکب خوب است یک میکب دیگر از یک کمپانی دیگر هم نشان بدیم برای ما فکر میکنم این میکب هم خوب است رنگ کمپانی لوریا آها بله برای ما نشان بدیم ما ببینم باش که سرش باز کنم که کمپانی گوش اینی این سکرسم جان خوبش میده بابا گفتی اگان تو این خوب است اصلا کور میکنه خوب خوب کور هم میکنه و خوب چی است ولی فکر میکنم اگر امور هم زیرش یک مرتب کننده استفاده بکنیم شاید خوبتر باشه یا کریم مرتب کننده خب خب میکب خب این شاید من انتخاب بکنم بخاطر که این فکر میکنم مناسب تر بود تا او این خوب کور میکرد اما یام خوب بود اما این همونطور چرب بود به جلد خوش خوبتر مناسب تر بود اگر زیر از یام بتانند یک مرتب کننده استفاده بکنیم خوب میشه مشکل نداره. قسمت میکب پیش از میکب برای کسانی که جلدشان چرب است میتونن پرایمر استفاده کنن که پرایمر هم از جلد محافظت میکنه و هم میکب که در روی صورت استفاده میکنه به صورت یک نواخت نشان میده ولی شما گفتیم برای جلد خشک ما به شما کریم مرطوب کننده یا ضد آفتاب گفتم بگیرین بهتر است. بله چون یک ذره خود میکبشون خوش بود از خاطر یک کریم مرطوب کننده استفاده کنه خوب میشه خود میکب خوب بود مگم. خب این میکب گیتا انتخاب کردی دیگه می باشه خوب شد دیگه و اینال امرایزی چی ضرورت داری دیگه سایه چشمان برای ما نشان بدین سایه که قدر رنگای تیز نداشته باشه رنگای بسیار همطور خیره داشته باشه خوب تر است فکر میکنم این سایه مناسب تر است. بسیار خوب سایه که معمولا در بیرون استفاده میشه مثلا رنگای بسیار خیره یا کم رنگک است که فکر میکنم خوبتر است بخاطر که ما بیرون بریم با استفاده بکنیم اگر محفل بریم باز دیگه طبعا در افغانستان رواج از همه گیار آشگاه میرن بس قرار باشه یک محفل برن هم جلدار است هم بسیار مات داره ساده است و بسیار از دختر خانوما سایه خورد زیاد خوش میکنن بخاطر که در دسکاول ما جایشون ایش هم از همه این رنگ بندیش فکر میکنم کمتر است نسبت به او رنگ های زیاد داره پس ما هم چون توفه میتونم یک چیز خوبتر توفه بتیم حال نگویم که سایه خورده را کورد وی حتما ارزان بود دیگه خوردش خرید خوردش چند است؟ کلانش قیمتش چند است؟ سایه کلان ما که هست رنگ های جلودار هم داره و رنگ های مات هم داره این 190 افغانی و این سایه خورد ما 120 افغانی 120 افغانی به نظر من کلانش خوبتر از دیگر قدر فرق نمیکنه نه در فکر کنم 50-60 افغانی تفاوت میکنه. خب این دیگه یک سرخی هم برم نشان بده باش که من یادم رفت که چیز دوانه میکنه دیگه از خودت نباید یادت بره بخاطر از اینکه استفاده میکنی خودت هم. خب نه مایل به رنگ گوشت است این یه سخی که مایل به رنگ گوشت است
فکر میکنم خوبتر است چون در بیرون زیادتر معمولا از این سرخی استفاده میکنن و بیشتر از همجان گفت تام سر کارت با می چیز است ما مقدر آرایش نمیکنم یگان وقت در برنامه یک زلم میزن دیگه در کل اگر بیرون بخوای برم هیچ وقت آرایش نمیکنم خب خیلی سرخی بر ما بانین همراه سایه و گیتا یک چیز دیگر رو میخواستم که از فروشنده این فروشگاه پرسان بکنم در مورد کیفیت مواد آرایشی که از دید شما کیفیت مواد آرایشی چقدر میتونه مهم باشه به یک فرد و شما مواد آرایشی رو که وارد کردین چقدر با کیفیت هستن؟ ببینید اکثر مشتری های تمام فروشگاه مانه تمام فروشگاه ها اگر بتونن محصولات رو با کیفیت بالا و همچنان در پهلوی یاد بتوانن راهنمایی بکنن و مشتری خود که به چه نوعی استفاده به چه شکل استفاده بکنن بسیار بهتر هستن و کار سیمساری فروشندگانش باید همراه با زمانی که جنس ها رو میفروشن باید مسلکشان هم داشته باشن در پهلوی فروشاتشان و کیفیت سیمساری مهمترین رکن اساسی پس از شما چطور است کیفیتش؟ ما کوشش کردیم کیفیت های بالا و کوالیتی بالا را به مشتری معرضه کنیم. بعض فروشگاه هستن میگن که کیفیت اجناس ما بسیار زیاد خوب است و قیمت یک جنس را که در بازار با قیمت ارزان تر میتونیم پیدا بکنیم تقریبا 4 برابر یا 5 برابر قیمت تر مفروشن به مشتری. به نظر شما چرا این کار را میکنن؟ آیا جنسشان واقعا بسیار خوب است یا اینکه فقط سود بیشتر میخواین بگیرن؟ ببینید من شما یک مثال میزنم. خب دیگه ببینیم که مثالشان چی است و حتما دیگه بعض لوازم را معرفی میکنن که تفاوتش با دیگه لوازم در چی است. ببینید بعضی از مشتری ما مثال میرن با 50 افغانی میتونن که بسیار یک ریمل برای خودشان تهیه کنن. این ریمل وقتی که شو بشی به استفاده کردن از این میتونی بهترین ریمال است ولی وقتی که معلومات نداشته باشیم اگر ما ریمال یک هزاری هم که بخریم نمیتونیم باز استفاده کنیم و در نتیجه میرم پیش دوباره پس میرم پیش دکاندار میگم که این ریمال خراب بود ولی اما کسی که ریمال 50 رو پگیر خریده باشه با همون ریمال بهترین استفاده رو بکنه استفادهش مهم است استفاده مهم است بله بله هم کیفیتش بسیار خوب است دیگه کیفیتش مناسب است بله خب ما خو شخصا خودم زمانی که وسایل آرایش میخرم رستم جان اوتور قدر پشت جزئیاتش نمیگردم که مثلا باید حتما از فلان کمپانی باشه یا میکاپ پودر یا سایه که استفاده میکنم باید از یک کمپانی باشه ما چیزی که به جلدم منفانی داشته باشم اونم رو استفاده میکنم انال عمو قسم به دوستم انتخاب کردم شاید بعضی از دوستا برشون سوال پیش بیاد که چرا مثلا من پودر از یک کمپانی میکاپ از یک کمپانی انتخاب کردم چون فکر میکنم مناسب جلدش همی باشه از اون خاطر رو انتخاب میکنم باز برنامه آینده حتما برشون میگم که وقتی که مدیدو میره استفاده کرد باز برتون میگم که چه قسم بود آیا خوب بود یا اینکه نه انتخاب مام نه انتخاب غلط کرده بودم خب بس خب برام بتین که امروزی هم خاطر داشته باشه بعضی کسا هستن رستم جان از میکاپ که استفاده میکنن اگر تاریک باشه باز کوشش میکنن پودرش روشن‌تر بگیرن اما من ترجیح میدم که پودر میکاپ باید تاریک باشه یک رنگ باشه دیگه بله این پودر هم خیلی خوب است خوب همونطور نرم هم است و رنگش هم خیلی خوب است مناسب است شما چند است؟ شش؟ نمبر شش شماره شش است خب سیزن مخصوص به خود دادم دفعه از زمستان به خاطر که جلد اکثرا خشک است پودر ما باید استفاده کنه که چرب باشه؟ چرب هم باشه مرتوب کننده باشه و سبک باشه که بسیار جلد به زمستان خودش خشک است و پودر که اگر ما استفاده کنه که سنگین باشه جلد هم خشک است جلد خسته میکنه ببینید پودر پودرش بسیار سبک است سبک و سنگین از چی فهمیده میشه؟ وقتی که ما پودر داری جلد استفاده میکنیم پودری که سنگین باشه بسیار دیر
خود نشان میده. بله ولی پدر سبک باشه نشان میده. هم گفت بیشتر مصر سلام جان، من گفتم خوبیش میده همه طور یک گفت، یعنی بسیار نرم است. یک خودتو مگر امتحان میکنی یک بار بیبی که چقدر این نرم است وقتی که قسم میکنی هم تو زود خودش همه طور دیدی؟ وقتی که نال اگر یک پودر باشه که باز بگفتی اینا سنگین باشه بازو با بسیار احساس میشه که کم چرب هم هست تا در بینش حتما چیز دیگه هم داره که به جلد خوب مطابقت میکنه. خب قیمت از این پودر چند است؟ پودر ایرانی است، 4 نمبر داره که رنگای روشن و رنگای تاریک داره. از همین کمپانی بالبین است، 150 افغان. قیمت شما مناسب است و فکر میکنم شما کدام چیز برگفتن داشتین پیشتر؟ ما خیام اون طرف برم گیتا جان بخاطر از اینکه بیرون دو تصویر بهتر داشته باشن. خب در قسمت استفاده کردن پودر میتونین از پودر از برس برسش استفاده کنین بهتر است. بله چون معمولا ما همیشه همراه امو پتک پودر که از چی میگن از اسفنجکش همراه استفاده میکنیم، اما بعضیا عادت دارن همراه برسش استفاده میکنن. باز این به طریق خودتون، اما چون مسئولی بخش میگه همراه برسک استفاده بکنین شاید مناسب تر باشه. پس شما یک بار امتحان بکنین همراه برس استفاده بکنین، باز هر چی که شما راحت باشه میتونین همراه از استفاده بکنین. خب به هر صورتش اینال یک سرجم برام بگین که قیمت از یا چند شد؟ قیمت این میکرد ما 250 افغانی، این پودر ما 150 افغانی و این سرخی 100 افغانی، سایه 190 افغانی که ما در مجموع اگر بخواییم حساب کنیم 150 و 250 400 500 690 افغانی. 690 افغانی خیلی هم به نظرم خوب است قیمت 690، ولی اگر یکم دیگه هم تخفیف بدین خوب تر میشه. درست است، به خاطر که شما مشتری امروز صبح ما هستین ما 5% یا 10% از بر شما تخفیف میدیم. بسیار خوب، چند خواهد شد 10% تخفیف؟ 1600 میشه دیگه؟ بله تقریبا 600 افغانی میشه. بسیار خوب، ما هم نمیخواییم به ضرر اینا کار کنیم چون جنس هایشون هم با واقعیت خوب بود و مطمئنن که با کیفیت هم هست، از او خاطر قدر جگره نمیکنیم بشون. نه کپ بسیار خوب از گیتا جان، خیلی میشه که لازم خود برشان بتی که بسته بندی کنن داخل پلاستیک بانن که ما خودتان دیگه همون تا بریم بخیر و توفی خودتان تکمیل شوه. بله تا ای که بسته بندی بکنن شما سر بزنیم به ای که مچی را امروز با کدام قیمت خیلی بید. خب بیننده عزیز، لوازمی که گیتا هم بر خارخونده خود میخواست پیدا کرد خوشبختانه از این فروشگاه و گیتا جان فکر کنم وسایل خودت آماده است و میشه که ایره باز خانه که رفتی در کاغذ توفه ایره خوب توفه بکن باز برش تقدیم بکن. حتما هم تو خواهد کردم، تشکر از شما از اینکه همکاری کردین هم روی ما و ما هم تونستم یک انتخاب خوب داشته باشم. بسیار خوش آمدید، امیدوارستم که محصولات خوب رو به شما داده باشم. سلامت باشین، امیدوارستم مشتری همیشه گیتان شویم. بخیر باز گیتا جان، زیاد خواهد آمد. تشکر از شما هم قلبا تشکر میکنم، هموطنان عزیز که بخشای مختلف برنامه را تا حال دنبال کردین. اگر شما هم میخواین خریداری خوب داشته باشیم از لوازم آرایشی با کیفیت استفاده بکنین که قیمت مناسب هم داشته باشه، میتونین که به فروشگاه تخفیف شهر واقعی بلسرخ شهر کابل تشریف برین و خریداری خوب داشته باشه. بله من هم تشکر میکنم از همه شما هموطنای عزیزم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. کانال یوتیوب تلویزیون آرینا رو سابسکرایب کنین، منتظر دیدگاه هایتون هم همچنان هستیم، دیدگاه هایتون رو با ما شریک بسازین، انتقاد پیشنهاد داشته باشین ما در خدمت شما ایزان هستیم. تا برنامه بعد تک تک شما رو به خدا نپاک می نیاز می سپارم. الان نگهدارتون ما هم اوقات خوب و خوش بر همتون می خواهیم. خدا نگهدار.